تا کنون چندین معمور کشته و زخمی شدند در ادامه اعتراف مقامهای جمهوری فاسد اسلامی به ناکارآمدی سرکوبها و ادامه خیزش انقلابی مردم حمید رسایی ملعون از چهره های تند روی جریان اصولگرا خواهان برکناری علی شمخانی حرام لقمه از دبیری شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات شد. محمد رضا با هنر پوفیوس هم اتحاد نهادهای امنیتی را خواستار شد. بر اساس یک فایل صوتی که در آن صدای حمید رسایی حرامزاده نماینده سابق مجلس شنیده می او برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات خواستار برکناری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است به گفته رسای نکبت مقامات همه نهادهای دخیل در سرکوب که او با آنها صحبت کرده دلیل ناکامی در سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را عمل کرده علی شمخانی می دانند و آدرس دبیر شورای عالی امنیت ملی را می دهند. او اضافه کرد که عالی ترین سمت بعد از رئیس شورای عالی امنیت ملی یعنی ابراهیم رئیسی شش کلاسه دبیر این شوراست و اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مدیریت سرکوب اعتراضات ناکارآمد بوده است. رسائی حرام لقمه گفت علی شمخانی دبیر مورد اعتماد حسن روحانی و از مسببین وضع موجود است و در کنار حسن روحانی باید پاسخگو باشد او همچنین گفت که شمخانی ناکارامدیش را در آبان 98 و برخورد با اعتراضات آن سال نشان داده است و به دلیل هواشی اقتصادی باید پاسخگو باشد. این نماینده سابق مجلس ادعا کرد که پس از سخنان حسین سلامی مفعول فرمانده کل سپاه اهریمنی پاسداران که در مراسم بزرگ داشت فوت شدگان حمله به شاه چراغ شیراز گفت از فردا دیگر کسی به خیابانها نیاید اعتراضات باید تمام میشد. به گفته رسای نکبت فرمانده کل سپاه پاسداران اجازه حضور مقامات اداری و امام جمعه شیراز را در جایگاه مراسم نداد و همه نیروهای نظامی را به صف کرد پیش از این نیز برخی تحلیلگران دلیل و هدف ایستادن فرماندهان نظامی در جایگاه این مراسم و حاضر نبودن مقامات دیگر را تلاش برای ترساندن مردم ذکر کردند از سوی دیگر محمد رضا با هنر پلشت نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز درباره تلاش ها برای سرکوب اعتراضات گفت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید یک مقدار متحدتر و با هم همراه باشند او تأکید کرد که تا کنون چندین معمور کشته و زخمی شدند و دیگر مراعات حال معترزین جایز نیست همچنین در ادامه گفت بیانیه تبعینی که اخیرا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مشترکن دادند یک روزنه امیدی بود که نیروهای اطلاعاتی بیشتر همدلانه کار کنند مجموعه این اظهارات در حالی مطرح است که در سالهای گذشته نهادی به نام شورای هماهنگی اطلاعات برای هماهنگی نهادهای امنیتی تشکیل شد این نهادها در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور هم اقدامات خود را هماهنگ می کنند مردم لوازم خانه هایشان را گروه جوانان محلات لورستان، تبریز و تهران فراخانهایی جداگانه برای اعتراض در روز یکشنبه پانزدهم آبان در تمامی محلات و خیابانها منتشر کردند. روز شنبه چهاردهم آبان نیز تجمعاتی در چند شهر ایران و اعتراضاتی در دانشگاه ها شکل گرفت. بازاریان و کسبه سقس هم بار دیگر اعتصاب کردند. جوانان محلات لورستان در فراخانی از تمامی شهروندان لور در تمامی شهرها خواستند تا روز یکشنبه ساعت هفده به خیابان بیایند و عرصه را بر جانیان تنگ کنند این اطلاعی اضافه کرد از بین بردن ناجوان مردانه هموطنانمان چنان خونی بر پیکر ایران زمین پاشیده است که هیچ قوم و مذهب و مسلکی تا به تحمل این جنایات خونین را ندارد گروه جوانان محلات تبریز هم در فراخانی شهروندان را به تظاهرات دعوت کرد و گفت این قرار هر روز و در تمام محلات شهر است ما با ادامه انقلاب تا پیروزی به این مصیبت پایان خواهیم داد گروه جوانان محلات تهران نیز فراخانی را برای تظاهرات روز یکشنبه 15 آبان از ساعت 17 در تمامی محلات تهران و شهرهای کشور منتشر کرد سادر کنندگان این فراخان ضمن تاکید بر اینکه تا سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابان ها میمانند از مردم معترس خواستند تا به یاد نیما نوری نوجوان کرجی و هموطنانی که در خاش به دست جلادان بیشرف خامنه ای به خاک و خون کشیده شدند به خیابان بیایند. در ادامه کنش های اعتراضی و خلاقانه شهروندان علیه جمهوری فاسد اسلامی مردم غیور منطقه بازار تهران لوازم بلا استفاده خود را از پشت بام ها بر سر گله های نیروهای دجال سرکوب ریختند بر سر سرکوبگران پرتاب کردند ویدئوی دیگر نیز نشان می دهد دختران جوان در گرگان پلاکارد شعار زن زندگی آزادی را به وسیله چند بادکنک بر فراز آسمان این شهر به پرواز درآوردند. در ویدئوی دیگری دیده می شود که معترضان باهوش بر پشت بام ها رفته و از آنجا آجر بر سر سرکوبگران پرتاب می کنند و همچنین ویدئوی دیگری به دست ما رسیده است که کارگران ساختمانی زحمتکش برای کور کردن دید معموران مساله ساختمانی را از بالا بر سر معموران می ریزند. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی در توییتی با اشاره به فوت مردم زاهدان و خاش نوشت آنکه مردم بیدفاع را از بین می برد پاسدار خامنه ای و دشمن ایران است. او افزود ملت ایران دو جمعه خونین در زاهدان و خاش را هرگز فراموش نخواهند کرد و آمران و عاملان این جنایت را به دست عدالت خواهند سپرد.